اوکراین به سامانه پیشرفته دفاع هوایی آمریکا مجهز شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که کشورش سامانه پیشرفته دفاع هوایی ناسامز را از آمریکا دریافت کرده است. زلنسکی با تشکر از تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای ارسال سامانه پیشرفته دفاعی به اوکراین گفت که سیستم دفاعی کشورش برای پوشش همه مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های اوکراین کافی نیست. کمک جدید 457 میلیون دلاری آمریکا به اوکراین. به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از ارائه کمک امنیتی جدید به اوکراین از سوی واشنگتن خبر داد. در بیانیه صادره در وبگاه وزارت خارجه آمریکا به نقل از وزیر خارجه این کشور آمده است که مبلغ 457 میلیون دلار به عنوان کمک امنیتی غیر نظامی به کیف ارائه می شود. بیانیه مذکور ادعا می کند که این کمک مالی به منظور تقویت تلاش های نهادهای اجرای قانون و دادگستری برای بهبود ظرفیت آنها خواهد بود. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است ایالات متحده دوشادوش مردم اوکراین ایستاده و همچنان به حمایت از یک اوکراین دموکراتیک، مستقل و دارای حاکمیت متعهد است. در همین ارتباط کاخ سفید پیشتر اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگره درخواست کرده تا بیش از 9 میلیارد دلار برای کمک‌های بیشتر به اوکراین اختصاص دهد. کارین جن پیر سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که این کمک‌ها در دو بخش 4.5 میلیارد دلاری برای تقویت توانایی‌ها و تجهیزات دفاعی و بخش دیگر برای تقویت توان اقتصادی اوکراین پرداخت می شود. از زمان روی کار آمدن بایدن در کاخ سفید در ژانویه 2021 آمریکا بیش از 15 میلیارد دلار به اوکراین کمک کرده است که اکثریت قریب به اتفاق این کمک ها با آغاز درگیری ها در اوکراین تخصیص داده شده است. بزرگ نمایی درگیری ها در اوکراین و رساندن آن به حد رویارویی نظامی و ایدئولوژیک دو جبهه شرق و غرب سیاستمداران غربی را وادار ساخته تا از هر چه دارند برای پیروزی در این جنگ بهره بگیرند. بلینکن: برای استفاده احتمالی مسکو از سلاح اتمی برنامه داریم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS گفت که دولت جو بایدن برای واکنش به استفاده احتمالی مسکو از سلاح اتمی در جنگ اوکراین برنامه داشته و عواقب چنین اقدامی برای روسیه هولناک خواهد بود. بلینکن گفت: نمی‌خواهم وارد جزئیات عواقب ماجرا شوم. مسلماً هر گونه استفاده از سلاح هسته‌ای روی کشورمان که از آن استفاده کند آثار فاجعه باری بر جای خواهد داشت. البته این تاثیر شامل حال سایر کشورها هم می شود. بلینکن همچنین با ترغیب روسیه به خارج کردن نیروهایش از اوکراین افزود: اگر روسیه دست از مبارزه بکشد جنگ تمام می شود و اگر کیف دست از مبارزه بکشد اوکراین تمام می شود. اظهارات بلینکن یک هفته پس از آن مطرح شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که آمریکا و متحدانش را به تجزیه مسکو متهم کرده و گفته بود که روسیه برای جلوگیری از چنین اتفاقی از هر ابزاری که در اختیار دارد استفاده خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز در واکنش به اظهارات پوتین به وی گفته بود که از سلاح اتمی استفاده نکند و نسبت به عواقب چنین اقدامی هشدار داد و بلینکن مدعی شده که کاخ سفید برای وقوع چنین سناریویی برنامه ای دارد. پوتین هفته گذشته در نطقی گفت که نیروهای روسیه در اوکراین مقابل تمام ماشین نظامی غرب می جنگند. ادعای اوکراین درباره تلفات ارتش روسیه. به نقل از خبرگزاری آناتولی، ستاد کل ارتش اوکراین در بیانیه‌ای ادعا کرد طی 24 ساعت گذشته 400 نظامی روس کشته و 4 فروند جنگنده روسیه نیز در مناطق مختلف اوکراین سرنگون شدند. بر اساس این ادعا از 24 فوریه تا 24 سپتامبر 56700 نظامی روسیه کشته شده و 259 فروند جنگنده، 220 فروند بالگرد، 2275 فروند تانک، 4832 دستگاه خودرو زرهی، 1368 توپ، 328 راکت انداز و 171 پروپاند هوایی ارتش روسیه نیز منهدم شده است. به ادعای کیف همچنین 3701 دستگاه خودرو، 15 فروند کشتی جنگی سبک و قایق تندرو و 966 فروند پهپاد متعلق به نیروهای روسیه نیز توسط ارتش اوکراین منهدم شده است. این در حالی است که روسیه تاکنون آمارهای ادعا شده از سوی ارتش اوکراین را تایید نکرده است. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.